در زندگی شهری امروز ما با نمادها، نشانه ها و علائم مختلف روبرو هست. شناخت هر کدام از این نمادها و نشانه ها ما را جهت زندگی آسانتر در کلان شهرهای امروز کمک می سازند. داشتم به این فکر میکردم که شما چقدر با یه علامت آشنایی دارین و مردم شهر چقدر یه علامت میشناسن. سری به شهر میزنیم تا ببینیم همشهریان ما چقدر با یه علامت آشنایی دارن. یه علامت میشناسی؟ علامت نکتایی میگن میگردن این به حساب دارن زباط های سارانجا های سابقه بودن یه علامت نخیر تو چی؟ من خوشونت علیه زنان باشم یه علامت لام لامه باشم یه علامت میشناسین؟ شما چی دار؟ نخیر خودت چی؟ من میشناسم چی هست؟ چی؟ علامت اچ آی ویست این برای فکرم مربوط مرز ایدز میشه ای ایدز تلیفو ایکس یه علامت خطر بیماری ایدز یا ایچ آی وی هست در مورد ایدز چی میدانید؟ مرز چی نمیدونید؟ یک مرز بسیار خطرناک است مرز کاملا ساری و کشنده است میلیون ها نفر در جان مبتلا به این مرضن از یک مرد به فرد دیگه انتقال میکنه مرضی است که بیشتر از روابط نامشروع جنسی به وجود میاد در مورد ایدز چی میدونید؟ ایدز کلمه شیخ و مخفف Human Immunodeficiency Virus خب؟ یک نوع مرضی ویروسی است وقتی که ویروس داخل بدن یک شخص میشه به مرور زمان سیستم ایمنی بدن شخص میاره پایین بیماری که کارشناسان به عنوان آتش فشان خاموش یاد کرده اند و هرگاه باشد این خاموشی به فوران می انجامد. تخمین می شود که 33 میلیون نفر از مردم جهان آلوده با ویروس HIV که مسئول تولید مرض ایدز است هستند. این مرض که تا کنون جان 10 میلیون انسان را گرفته است در اوایل دهه 80 شناسایی شده است. اولین مورد آن در ایالات متحده آمریکا در 1981 شناخته شد. از آغاز کشف اولین مبتلایان آن در جوزای سال 1360 و طی تقریباً 20 سال در سراسر جهان بیش از 63 میلیون نفر مبتلا شدند و 23 میلیون نفر فوت کردند. در حدود نیمی از کسانی که دچار ایدز هستند قبل از 25 سالگی آلوده شدند و بدون دارو اغلب قبل از 35 سالگی میمیرند. هر روز 14,000 نفر جدید به مبتلایان اضافه می شود که نیمی زن هستند و نیز نیمی 15 تا 25 ساله هستند. بینندگان عزیز، نظریات و معلومات همشهریان خود را در مورد بیماری ایدز جویا شدیم. اکنون در وزارت صحت عامه هستیم در بخش مبارزه با ایدز. خدمت دکتر صاحب مجیب الرحمن میرسیم تا سوالاتی را در مورد تاریخچه ایدز و آمار بیماران مبتلا به ایدز در افغانستان داشته باشیم. سلام علیکم. خوب هستین دکتر صاحب. وقت بخیر. خوب هستین انشاءالله. در خدمت دکتر صاحب مجیب الرحمن سمیر هستیم. دکتر صاحب، به عنوان اولین سوال در مورد تاریخچه ایدز در افغانستان برای ما توضیحات بدین. و تعداد طبق آماری که شما دارین تعداد مبتلایان به این بیماری در افغانستان چند نفر هست؟ اولین واقع HIV در سال 1981 در شهر شیکاگوی امریکا کشف شد. ما بعد از 8 سال بعد میزبانش در بانک خون مرکزی بودیم و این مانا که اولین کیس HIV در سال 1360 در بانک خون مرکزی در کابل کشف کردید. خب یک تعداد از آنها وجود داره که با آمدن نیروهای ناتو با آمدن کشورهای خارجی HIV در افغانستان آورده شد، اما در سال 1360 اصلا نیروی ناتو موجود نبود، نیروهای خارجی های مطرح نبودن. HIV مرز و سرحد و مذهب و نژاد نمیشناسه. HIV یک ویروسی که به شکل انتقالی نظر به تخمینی که
سازمان مبارزه علیه HIV کرده، میگه از در حدود 6700 HIV مردم با HIV در افغانستان زندگی میکنن. طبق آماری که شما دادین، در این آمار چه تعداد مردها و زنها شامل هستن و از این تعداد میانگین سنی مبتلایان در چه سنی قرار داره؟ تا ختم 2015 یا ختم 1394 ما 2086 واقعی HIV داریم. به نظر به اگر ما این نظر به جنسیت تقسیم کنیم و پایشارت جنسیت ترتیب کنیم، 76% از اینا را مردان تشکیل میکنن و 14% از اینا خانمها تشکیل میکنن و 4% از اینا که ارقامی است که ما از طریق HMIS یا از طریق سیستم معلوماتی وزارت صحت عامه گرفتیم جنسیت از اینا معلوم نیست. در کتگوری سینی زیادترین کسای ما که در بین ما مردا هستن، این 76%، اینا اصلا 16 تا 56 سال هستن و خب با دو عدد کسایی که دستن بلوغت قرار دارن، اولا زیادتر از نظر فعالیت جنسی و اکتیف هستن، زودتر میتونن به طرف مواد مخدر برن و زودتر گمراه شده میتونن. اینا نیروی کاری هستن، میرن به بیرون کار میکنن، با اون خاطر ارقام تعداد مردمای جوان خیلی بالاتر است. در کدام ساحات کشور بیشترین آمار مبتلایان به بیماری را داریم؟ خب زیادترین مردمی که با HIV زندگی میکنند به سطح ولایت در سطح کابل هستند که بالاتر از 500 چند نفر در کابل رجیستر داریم و ولایتی که مرز هستند با کشور ایران، چون مردم ما زیادتر مهاجرت میکنن به طرف ایران، به طرف پاکستان و به طرف کشورهای امارات و کشور سعودی، زیادترین آمار ما در بین کسایی داریم که مهاجرت داشتن به کشور ایران، مهاجرت داشتن به کشور پاکستان و به شکل کارمند یا کارکن رفتن به کشورهای عربی، که در این کتگوری کابل است، هرات است، نیمروز است، فراه است، ننگرهار است، خوست و پکتیا و گردیز. افغانستان نسبت به کشورهای همسایه که ارقامای بسیار درشت دارن، مثلا ایران در حدود 27,000 HIV مثبت داره، پاکستان در حدود 25,000 HIV مثبت داره، تاجیکستان در حدود 15,000 HIV مثبت داره، این که هر روز بالاتر از 4 پرواز افغانا به اون کشور مراجعه میکنن، 2,253,000 HIV مثبت در این زندگی میکنن. ما احاطه شدیم با ویروس HIV در سطح منطقه. دکتر صاحب سمیر، راه های انتقال بیماری ایدز چی هست و در افغانستان بیشترین انتقال از کدام راه ها انجام میشه؟ طریق هایی که انتقال از طریق مقاربت جنسی راه بخش های گوناگون خود داره، اومسج بلد رسج و اورال سکس شامل بخش چیز میباشه. اما نظر به سروی 2012 پانتون جان آپکن که یکی از پانتون های معتبر امریکا هست و در افغانستان سروی کردن، اونا راپور دادن که اپیدمی HIV و یا انتشار HIV در بین معتادین زرق مواد مخدر در بعضی خول است. HIV ویروس بسیار کوچکی است که با چشم غیر مسلح قابل دید نمی باشد و برای مطالعه آن از میکروسکوپ باید استفاده شود. این ویروس در خون و ترشحات جنسی و شیر مادر یافت می شود. بدن انسان دارای حجرات دفاعی به نام CD4 می باشد که وظیفهشان مبارزه با ویروس ها، باکتری ها و سایر عوامل خارجی است. ویروس مهاجم HIV به این حجرات حمله کرده و آنها را از بین می برد. همینطور که این سطح دفاعی بدن از بین می رود و جسم در مقابل عوامل خارجی ضعیفتر شده و بیشتر آسیب می بیند، شخص مبتلا به شدت احساس خستگی و مریضی کرده و حتی ممکن است بمیرد. اما خوشبختانه این ویروس را می توان امروز تحت کنترل قرار داد و شخص مصاب به HIV می تواند سالیان درازی در کنار فامیل خود زندگی کند. به مرکز صحی کاهش ازرار مواد مخدر و وقایع HIV و ایدز ولایت کابل آمدیم. از آنجایی که بیشترین انتقال ویروس HIV در افغانستان از طریق زرق مواد مخدر هست، به این مرکز میریم تا با بیماران و پزشکان این مرکز صحبت‌های داشته باشیم. با ما همراه باشید. در این قسمت میریم پیش پزشکان و مسئولین این مرکز صحی
تا معلوماتی را در مورد کارهایی که در این مرکز انجام میشه داشته باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر هستین؟ سلام علیکم. جور هستین؟ بخیر. سلام علیکم. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ سلام علیکم. جور بخیر. خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ خواهش می‌کنم اول از همه خودتون را برای ما و بینندگان برنامه ما معرفی کنین و در مورد خدماتی که در این مرکز دارین توضیحات به ما بدین. تشکر از تلویزیون تمدن که تا اینجا تشریف فرما شد و در مورد پروژه ما معلومات حاصل میکنم. اسم من دکتر نور محمد، مسئول امنی پروژه کاهش افراد صف کابل. در صف کابل، در شهر کابل سی پروژه داره به حساب کاهش افراد یا مرکز کاهش افراد که مرکز کاهش افراد غرب کابل فیلن که شما اینجا هستید اینجا که 493 تمایی انجام میده که HIV از HDV از HCV و سفلیسی تستا انجام میشن. خدمات هار ریلکسیشن یا کاهش افراد که با در سرنج هست و زیر سرنج هست سرنج برای این را کسایی که زرقی هستن برای نو سرنج داده میشن و کسایی که سرنج خود را دوباره سرنج یوز شده خود را دوباره پیششون گرفته میشن و کندوم اینجا به صورت مخفی در تشناب ها برشان مانده شده است. هر کس که ضرورت داشته باشه به اندازه ضرورت خود میتونن کاندوم ها از تشناب ها بگیرن. یک وظیفه ایمانی و وجدانی هر مسلمان است که باید اینا را توصیه کنن تا بتونن که اینا از زرق و دود و از دود بالاخره به مراکز دیتاکس را معرفی میکنم. کسایی که این خوشبرزاز این و جبین چند نفر در این مرکز ثبت شدن و از این اشخاصی که ثبت شدن چند نفر از اینا مبتلا به HIV شده بودن؟ در این مرکز بیشتر از 2,500 نفر ثبت نام شده. تا فعلا ما در حدود 28 نفر دیتک کردیم. این 28 نفر هنوز هم با شما در ارتباط هستن از لحاظ درمان و چند نفرشون با شما در ارتباط هستن؟ درمان اینجا ما درمان از اینا مربوط مانده در وقتی که ما کشف کردیم که این HIV داره HIV مثبت است بعد از اون ما این رو ریفر میکنیم به ART. چه کسایی بیشتر در معرض ابتلا به ویروس هستن؟ کسایی که زیادتر در تماس زیادتر در افغانستان معتادین هستن. امیال ما یک مریض داریم که او خود مصاب HIV است. وقتی که خانمی از او را تست کردیم خانمش منفی بود هیچ چیزی نداره و دو تبلی که داره دو تبلی شد تست کردیم اونها هم جور بودن به مصاب HIV نبودن. خب چی بخش ما شامل مرکز شما میشه؟ ما در مجموع دو مکان امن داریم که یکی از این پیش خود پل سوخته است، یکی هم در پیش پل آسمایی. اینی بخش درسنگ ما یا بخش پانسمان ماست. در اینجا نرس موظف هر مریضی که اول پیش ما می آید مثلا مشکل خودم می کنم و می بینم که او به درسنگ یا به پانسمان ضرورت داره باز من او را بر بخش پانسمان معرفی می کنم. بعد از این که اونا پانسمان شدن بعدا پس پیش ما مراجعه میکنن و اگه دوای نیاز داشته باشن باز ما برشون زخمایشون تداوی میکنن. اول از همه خودتون رو بریم ما و بینندگان برنامه ما معرفی کنیم. بله، من شامسین هستم، یکی از مریضان HIV. خب از چی طریقی بیماری برید منتقل شد؟ از طریق این پیشکاری چیز پیشکاری آلوده. آلوده بله. درست است. در کجا مبتلا شدی به بیماری؟ زیر پول سخته. ما از دوستای دیگه هم پرسان کردم چقدر در اونجا اشخاص از این پیشکاری مشترک استفاده میکنن؟ چند فیصد به نظر خودت از کسایی که اونجا زرق میکنن مواد مخدره؟ زیاف هستن ولی استفاده نمیکنن. این شفاخانه از کمک میکنه از این پیشکاری ها. چند سال است که فهمیدی این ویروس داری؟ دو سال شد. از دو سال پیش تحت درمان هستی؟ آه. خب از درمان خود رضایت داری؟ بله. خب چه بهبودی نسبت به قبل نسبت به خود احساس داری؟ بسیار احساس خوب دارم، تندرست هستم. خب کسی سر ما شک نمیکنه که معتاد هستم. بعد برخورد مردم با تو چوری هست وقتی که میفهمن که تو این ویروس داری
ما تا خانه کاکایم خبر شدن که این ویروس دارم، ما را از خانهش کشید که ما هم میگیریم از این ویروس. کارمندای اردو بودم در اردوی ملی، باز از امو جد اگر در وظیفه و در اینجا متعلق به مواد مخدر شدیم، مرداد شدیم، از او جا آمده میگه در پل سوخته، در پل سوخته از یک سرنج که با خون آلوده بود از او استفاده کردیم، از امو ما را اچ‌آی‌وی گرفت. چند سال است که به این بیماری مبتلا شدیم؟ ما که این نتیجه را به توسط همین دفتر صف که به دست آوردیم، نتیجه خون ما را که اینجا آمده ماینه کردن، دو سال میشه. در کجا این ویروس بهت منتقل شد؟ این ویروس در نیمروز. نیمروز از چه طریقی؟ طریقی سوزن امراض پیشکاری، سوزن مشترک. بله، این مردم هایی که در این دور برای ما هستن هیچ کدام مشکل ندارن، همراه ما هیچ کدام گپی نیست، چرا که مرض ساری نیست. وارد اتاق عمومی اینا میشیم، جایی که همه ایشون نشستن. سلام 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 سلام، خوب هستین؟ سر شما خوب، جان شما جان، بخیر هستین انشاءالله. شما ها از وقتی که در این مرکز آمدین نسبت به قدیم چه اطلاعاتی به دست آوردین؟ بینید در واقع اطلاعات چقدر بهتر شد در مورد اینکه باعث شود شما این بیماری رو منتقل نشه به شما، این ویروس به تو منتقل نشه. دکتر اصلا 10 متر ما دیگه نمی‌فهمیدیم مریضی چای بی اینا را. خب اینجا برای ما مثلا از این چیز رنگ میتران، خب این باعث که مشترک استفاده نکنیم، استفاده نکنیم. این بیماری چجوری بهت منتقل شد؟ حالا این بیماری من از ایران که آمدیم اینجا اشکر دادم در قندار. درست. بعد من برکت مدن، من که برکت دارم سرم اینجا زخمی شده، دیگه این پایین دوباره عملیات شدم. تا اون موقع ما هیچ نداشتیم مشکل. بعد هفت ماه بود که در شفاخانه ام دی ام فرانسوی ها اینجا تست خون دادیم، دمی تست خون گفت که توی مشکل داری. ما دکتر رفتیم گفتیم من این مشکل دارم، حتی نقصه برای من اشتا نکده، من رد کرده شفاخانه بیرون کرده. دکتر از رو بیرون کرده؟ بله. چرا؟ بیرون کرده به خاطر که چای بیداری. این مرکز در کنار خدمات که به خود مبتلایان میته و اشخاصی که در معرض خطر هستند، یکی از خدماتش مشاوره فامیلی هست. اشخاصی که در معرض این بیماری هستند و یا اشخاصی که مبتلا به بیماری هستند، مشاوره لازم را به فامیل های اینا هم ارائه میده. ویروس HIV از چند طریق میتواند وارد بدن انسان شود. 1. از طریق خون و فراورده های خونی ملوث. 2. تزریق با سرنگ‌های آلوده، مخصوصاً استفاده مکرر از سرنج‌های یکبار مصرف و وسایل طبی که کاملاً استریل نشده باشند، نظیر استفاده از سرنگ مشترک در معتادان زرقی. 3. تماس جنسی با فردی که آلوده به ویروس ایدز می‌باشد. 4. استفاده مشترک از تیغ سلمانی، مسواک و لوازم حجامت و خالکوبی که به ویروس ایدز آلوده شدند. منظور پوست آسیب دیده مانند زخم و باز شدن پوست است. 5. از مادر مبتلا به ایدز به کودک که ممکن است انتقال قبل از زایمان، حین زایمان و بعد از ولادت اتفاق افتد. طبق صحبتی که با پزشک داشتیم، اشخاصی که مشکوک به داشتن HIV مثبت هستند، تنها راهش گرفتن آزمایش است. امروز به شفاخانه خاتم النبیین آمدیم تا تست HIV بدهیم. با امیدی که تست ما منفی باشه. اشخاصی که مشکوک به ابتلای به ویروس HIV مثبت هستن، تنها راه فهمیدنش تست خون است. پس هرگاه اگر که انسان مشکوک به ای باشه که HIV مثبت داره، باید حتما تست خون بده و بعد از تست خون میتونه یقین حاصل کنه که HIVش مثبت است یا منفی. فرایند آزمایش خون چقدر زمان میبره تا یک فهمیده شوه ای HIV مثبت است یا منفی؟ دو ساعت. دو ساعت.
سلام، خوب هستین؟ هم آزمایش سید محمد محمدی. اشایی ما منفی بود مثبت؟ منفی بود. خب ما آزمایش گرفتیم و خوشبختانه اشایی ما منفی برآمد. و توصیه ما به تمام شما در صورت مشکوک بودن به داشتن اچ‌آی‌وی مثبت ای است که تنها راه فهمیدنش گرفتن تست خون است. اشخاصی که مشکوک به داشتن اچ‌آی‌وی مثبت هستند همین امروز برای گرفتن تست خون اقدام کنند. علائمی که شخص مبتلا به ایدز ممکن است نشان دهد عبارتند از بزرگ شدن غدد لنفاوی گردن، سینه و پهلو، ابتلا به تبرکلوز و لاغری شدید، عفونت قارچ‌های دهان و برفک و همچنین اسهال طولانی. در سرک سناتوریوم هستیم، جایی که تخصصی ترین مرکز تداوی بیماری ایدز در اونجا واقع شده است. شفاخانه تخصصی امراض ساری افغان ژاپن. داخل شفاخانه میریم تا صحبتی داشته باشیم با مسئولین و دکترین شفاخانه جهت آشنایی با مراحل ثبت نام و تداوی بیماران مبتلا به اچ‌آی‌وی مثبت. میخواییم در مورد ای که یک شخص حالا به هر ترتیبی و از هر ارگانی و از هر جایی میفهمه که مبتلا شده به بیماری ایدز و اچ‌آی‌ویش مثبت است. بله. از چه راه های شما جذب دارین افراد را؟ یعنی خود شخص باید بیایه یا نه ارگان هایی هستن که به شما معرفی میکنن ایره که این شخص مبتلا به ویروس اچ‌آی‌وی است. و وقتی که میایه چه فرایند را طی میکنه که در اینجا تحت تداوی قرار بگیره؟ یک کس میتونه مستقیم به مرکز مراجعه کنه و یا هم از طریق مراکز مشوره‌دهی که در سراسر افغانستان داره میشه از اونها هم از اون طریق مراکز. چند مرکز دارین در کل افغانستان؟ مراکز خو تعدادش حال کم است. تقریبا در همه ولایت داریم؟ در تمام ولایت نداریم، فعلا دمو مراکز حوزوی که ننگرهار است، کابل است. چه فرایند چه پروسی رو طی میکنه که تا در اینجا بستر شود یا اینکه تحت تداوی قرار بگیره؟ خب هر کسی که از یک مرجعی به ما معرفی میشه و طور مثال از وی سی تی یا مراکز دیگه که در بخش تشخیص اونا سر و کار دارن، اونا از اونمونجا با یک معرفی خط معرفی میشن به ما. ما دیجا راجسترش میکنیم، یک کود برشان میتیم، یک نمبر مسلسل هست که ما تمام مریضای خود به نامشان البته دیجا نه به کودشان میشناسیم که به خاطر از اینکه رازدار حفظ حریم شخصی باشه و کود برشان میتیم و کودشان هر بار که مراجعه میکنن کود خودم میگن در دیتابیز نامش کشیده میشه، دوسیش کشیده میشه، بعد از او باز برش چیزی که لازم است میشه. بار اول از هر جای کسی که به دیجا پیش ما راجستر میشه، بعد از اینکه راجستر شده معاینات لازم میشه که سی دی فور است و دیگه معاینات است برش انجام میدیم، بعد از او باز برش تداوی شروع میکنیم. شما بابت تداوی بیماری مبلغی هم دریافت میکنین؟ نه، تمام خدماتی که در این مرکز اجرا میشه تمامش رایگان است. کسایی که در مراحل پیشرفتش تشخیص میشن دیر مراجعه کرده باشن، ناوقت مراجعه کردن اونا با مرگ میر بلند همراه میباشن. بعد دکتر صاحب یک سوالی که شاید برای خیلی پیش بیاد اینه که فرضاً یک شخصی به هر طریقی بیماری ایدز دریافت میکنه، از همون لحظه ای که او ویروس وارد بدنش میشه قابل تشخیص هست و اگر از همون لحظه تشخیص بده قابل درمان قطعی هست یا نه؟ از زمانی که ویروس داخل وجود میشه تا 3 ماه تشخیصش مشکل هست. تست هایی که در افغانستان فعلا اجرا میشه اونا تست های انتیجن انتیبادی تست هست، اونا حداقل 3 ماه ضرورت داره تا ما تثبیت کنیم که اینا مثبت هستن یا نیستن. و باید گفت که بعد از اینکه تشخیص شده که مثبت هست برش تداوی شروع میشه،
و تداوی که برای شروع میشه تداوی است که از پیشرفت مرض جلوگیری میکنه، یعنی ویروس از میلیون ها دانه به کمتر از 1000 میرشه و تحت کنترل میرشه، سرایت شبدگاه کم میسازه و این تداوی که در تمام جهان برای HIV فعلا موجود است تداوی است که انتانت زیر کنترل میاره مگر به کلی از بین نمیبرشه. از همین خاطر تداوی مادام العمر است که تمام عمر باید تداوی بگیره. سوالی که برای همه مطرح میشه، چون که خب ما در افغانستان در تداوی خیلی از بیماری ها مشکل داریم و دوستان مردم به خارج از افغانستان مسافرت میکنن، تداوی که شما دارین چقدر با معیارهای جهانی نزدیک است؟ تا به حال نیاز داشتین که کسی را به خارج از افغانستان اعزام کنین، حالا چه با هزینه دولت چه با هزینه شخصی؟ دواهایی که در بخش تداوی در تداوی استفاده میشه با کوالیتی خوب تولید میشه و چون این دواها در بازار به فروش نمیرسه و به شکل شخصی هم قابل دسترس نیست کسی خریداری بکنه که در او تقلب شوه و این دواها اکثرا بین دولتین خریداری میشه، به از او خاطر کیفیتش بسیار بالا هست و باید گفت که به خاطر دوایی که بر مریضان HIV دادن میشه به خاطر انتانات فرصت طلبش ما نمیتونیم بگویم که اگر کس خواسته باشه میتونه بره و در غیر از او ضرورت به رفتن به خارج به خاطر تداوی مریضان HIV ضرورت نیست. تا به امروز چند مراجعه داشتین؟ تا به امروز مریضایی که ما راجع سر کردیم، البته امروز مریض نو نداشتیم و تا یکی دو روز پیش 803 مریض ما در طول مدتی که اینجا در طول چه مدت زمانی؟ بر از زمان شروع کار چند سال، یعنی منظور ما؟ حدود 5 و نیم سال. اینجا مجموعه دواهایی است که شما استفاده میکنید؟ بله، دواهایی است که به خاطر مریضای HIV مثبت استفاده میشه. باید گفت که به خاطر تداوی مریضایی که مصاب HIV هستن و به صفحه یاد میکنن و این دواها دواهایی است که خاص به خاطر HIV استفاده میشه. قسمی که قبلا هم یادآور شدم، این دواها دواهایی است که در بیرون از شفاخانه یافت نمیشه، صرف در مراکز تداوی مریضای HIV دریافت میشه و بس. معمولا هر داروی شیمیایی و صنعتی یک عوارضی از خود داره، البته ها، یا خواب‌آور یا هر چیز دیگه که میشه. اشخاصی که تحت تداوی داروهای HIV مثبت هستن چه مشکلاتی نسبت به اشخاص معمولی دارن؟ خب پیش از اینکه برای یک مریض دوا شروع شوه از پیش مریض تاریخچه گرفته میشه و در این تاریخچه اما مشکلاتی را که قبلا داشته یا به مو وقتی که برش تداوی شروع میشه و مشکلی را که می داشته باشه او را در نظر گرفته، ما رژیم تداوی را بر از اونا عیار میسازیم و اکثرا امکان داره که یک تعداد مریضا از سابق یک مشکل صحی داشته باشند و دوایی که برش توصیه میشه اگر پیش از از اونا تاریخچه گرفته نشه، امکان داره دوایی را اگر ما برای شروع کنیم برای عوارض جانبیش مشکل ایجاد کنیم. اینا ماشین هاییست که مختص به خاطر مریضای HIV استفاده میشه و باید گفت که این ماشین ها ماشین های جرمنی است و کارتریج گپاش هم کنش از جرمنی خواسته میشه و کشورهای آسیا و افریقا اونا دریافت بچ دارن، اونا به شکل رایگان برشان تداوی است و کشورهای غربی نظر به کشورهایشان داروهایشان فرق میکنه. مثلا امکان داره که اینمیت دوا در امریکا اضافه تر از $300 برش در ماه چی شوه. بسیار تشکر. هزینه بردارم مگر در افغانستان فری هست. کم کم به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. امیدواریم مطالب ارائه شده در این برنامه شما را جهت بالا بردن سطح اطلاعاتتان در مورد راه‌های انتقال و درمان چنین بیماری کمک کرده باشد. توصیه آخر، امیدواریم تمامی مردم با دوری و اجتناب از مواد مخدر و اجتناب از روابط نامشروع و خطرناک
و رعایت اخلاق و شؤونات اسلامی و پایبندی به اصول خانواده، خود و تمامی مردم را از ابتلا به چنین بیماری هایی مصون بدارد. این شهر جای خوبی برای زندگی است، اگر خود ما بخواهیم. یا حق.